سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به این ویدیو دیگه. بالاخره بعد از 10 روز دوباره برگشتم با ویدیوهای جذاب فوتبالی. امروز اومدیم با هم بررسی کنیم لیگ قهرمانان آسیا هفته دوم رو و پیش بینیمون رو از رقابت‌های نمایندگان ایران با رقیباشون. حتما با من همراه باشید تا آخر این ویدیو. اما قبل از شروع این ویدیو حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و حتما نظرتون رو در مورد این ویدیو با من به اشتراک بذارید. بریم برای شروع ویدیو. خب اولین بازی که می‌خوایم با هم بررسی کنیم دوحه پرسپولیس که فردا دوشنبه ساعت 9:30 در عبدالله بن حمد دوحه برگزار میشه. این بازی فرم هر دو تیم رو با هم بررسی میکنیم. الدوحیلی ها 3 برد 1 مساوی و 1 باخت داشتن در لیگشون و رتبه 4 از 5 بازی 10 امتیاز گرفتن. در سوی مقابل پرسپولیسیا بعد از کسر امتیازی که از اصفهانیا انجام شد با 10 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر ایرانن، هرچند که لیگ ما چند هفته ای است که برگزار نمیشه به خاطر بازی های آسیایی و بدون بازی و پس از بازی با النصر حالا اومدن با الدوحیل بازی کنن و این به ضرر تیم های ایرانیه. در بازی های رو در رو 4 برد سهم دوحیلی ها، 3 برای پرسپولیسیا و 1 مساوی بوده. اما جذاب ترین بازی حتما به خاطر دارید با اون گل خاطر انگیز گادین منشا در ورزشگاه آزادی که کامبک دیدنی زدن سرخپوشان در فصلی که با برانکو به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیدن. 3-1 دوحیل رو بردن و یکی از خاطر انگیز ترین بازی های این دو تیم بود. ستاره تاثیرگذار هر دو تیم رو هم که میتونن سرنوشت بازی رو تغییر بدن برای دوحیلیا موعز علی، اولونگا و فلیپ کوتینیو هست و برای پرسپولیسیا در غیبت ترابی، بیرانوند، کنعانی و امیری به نظر من ستاره تاثیرگذار پرسپولیس هستن. پیش بینی من از این بازی 1-0 به نفع پرسپولیس. اما دیدار بعدی که میخوایم بررسی کنیم سپاهان الاتحاد، بازی که ساعت 7:30 دوشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشه. اتفاقا چند ساعت پیش الاتحادیا به اصفهان هم رسید و مورد استقبال اصفهانیا قرار گرفتن. فرم بازی های اخیر الاتحاد 6 برد 1 مساوی و 1 باخته، در حالی که اصفهانیا 4 برد از 4 بازی دارن، هرچند که 4 امتیاز ازشون کسر شد به خاطر سقف بودجه و حالا به رتبه 5 اومدن از اول و الاتحادیا در لیگ عربستان رتبه 2 رو دارن. دیدارهای رو در رو هم 2 برد برای الاتحادیا بوده از 2 بازی و اصفهانیا نتونستن بردی کسب کنن. ستاره تاثیرگذار دو تیم هم میتونن نقش مهمی در این بازی داشته باشن. در الاتحاد کریم بنزما که به دلیل مصونیت بازی رو از دست داده، ولی رومارینیو، کورونادو، فابینیو، کانته و همچنین عبدالرزاق حمدالله میتونن نقش مهمی در این بازی برای الاتحادیا داشته باشه. در اون سمت رامین رضاییان، پیام نیازمند و شهریار مقانلو هم میتونن نقش مهمی برای اصفهانیا داشته باشن. پیش بینی من از این بازی 1-1 مساویه و هر دو تیم به تساوی خواهند رسید به نظر من. اما بازی بعدی نساجی الهلال که در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد ساعت 9:30 شب سه‌شنبه. الهلال یا در 8 هفته اخیر لیگ عربستان 6 برد و 2 مساوی کسب کردن و صدرنشین این رقابت ها. در سوی مقابل نساجیچیا 1 برد 2 تساوی و 1 باخت در 4 هفته که بازی کردن در لیگ ایران داشتن. الهلالیا در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا مقابل نوفاخور در عربستان متوقف شدند و به تساوی 1-1 رسیدن. نساجیچیا در هند یه برد خوب مقابل ممبای سیتی کسب کردن و 2-0 اونها رو شکست دادن. ستاره های تاثیرگذار الهلال به نظر من نیمار، میتروویچ و سالمت ساریان. در سوی مقابل برای نساجیچیا رشید مزاری درون دروازه، فرشی اسماعیل در میانه زمین و محمد رضا آزادی هم میتونن ستاره تاثیرگذار نساجی باشن. به نظر من این بازی 2-0 به نفع الهلال به پایان خواهد رسید. خب دوستان، از این ویدیو سعی داشتم خیلی سریع و جامع با هم بررسی کنیم بازی های نمایندگان ایران در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا رو. خیلی خوشحالم که من رو انتخاب کردید و تا آخر با هم همراه بودید. اما قبل از اینکه به پایان ویدیو برسیم حتما اگر کانال من رو سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید و این ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیو بعدی فعلا.